سلام دوستان، اندیشمند هستم از چینل عمل و موفقیت. سپاسگزار هستم که این شانس و این فرصت دارم که بتونم نظر خود با شما در میان بگذارم و چیزی که ما آموختیم، چیزی که در جریان خواندن و مطالعه و گوش کردن و اینا ما آموختیم، بتونم این رو با شما در میان بگذارم. و خیلی سپاسگزارم از این موقعیت، به این خاطر که چند سال قبل، یعنی 20 سال قبل، این زمینه یا این امکان فراهم نبود که ما بتونیم فکرها و ایده های خوبی یک دیگر خود بشنویم و فکر خود اگر داریم با دیگران در میان بگذاریم. پس چی جای خوب است که ما همچون چیزهای ارزشمند، ویدیوهای ارزشمند، سخنهای ارزشمندی که به درد ما میخوره، به درد زندگی ما میخوره، با چیزهایی هست که ما رو در زندگی کمک میکنه، در کاربار ما کمک میکنه، در رابطه ما با خانواده و دوستان کمک میکنه که ما در موفقیت های بیشتر برسیم و همیشه یک انسان خوشحالتر، موفقتر، صحتمندتر، شادتر، آرامتر، با اعتماد به نفستر باشیم. بنان این ویدیو رو تا آخر گوش کنین که در این ویدیو امروزی ما میخوایم درباره دیگه بزنیم که اگر تو یک کسی هستی که بیشتر به دنبال کار شخصی هستی و کسی هستی که از مکتب رفتن یا پانتون رفتن خسته شدی، میخوای که پانتون یا مکتب هر چی که داری میخوای رها کنی، دنبال یک کار باشی، کار شخصی خود شروع کنی و نمیدونی که دقیقا چی کار کنی، آیا مکتب یا پانتونی که داری در او رو مخوانی میخوای او رو از او بگذری یا اینکه او رو ادامه بدی کار خود شروع کنی. اگر تو یک کسی از یک از این انسان هست، این ویدیو رو تا آخر سعی کن. ما میخوایم درباره شما کل معلومات یا کل تحقیقات هایی که در این باره کردیم، کل تجربه هایی که در این باره دارون با شما در میان بگذارم. ما در آخر شما میتونید تصمیم خودتان رو بگیرید و بازم معلومات بیشتری هم در این باره کسب کنید. این تاپیکی که کسی که با مکتب میره، با پانتون میره، که مثلا 10 سال 15 سال عمر خود از مکتب تا پانتون تا فراغت خود سپری میکنه در اونجی و چقدر پول هم که هزینه میکنه و آخرم که فارغ میشه، ما و شما خیلی کسا رو دیدیم که مثلا رفته در پانتون 3 سال 4 سال درس خونده، آخرم فارغ شده، کار پیدا نتونسته، یک دو روزی چند روزی دنبال کار بوده، آخرم در خانه مونده، رفته دنبال دهقانی یا پشتی کار دکانداری یا پشت هر کار رفته. و خیلی اطالی در دنیای غربی یک موضوع، یک تاپیک خیلی داغی شده، کسای همین قسم میشه که چند سال عمر خوره اونجی مگذرنه، آخر کار پیدا نمیتونه، و آخر هم اگر کار پیدا میکنه تا کار پیدا میکنه در 30-40 سالگی خود میرسه و بعد از اون چند سالی داره تا اینکه بازنشسته شود. زندگیش یعنی یک زندگی میشه که فرصت خوشگذرانی یا لذت بردن، فرصت لذت بردن از زندگی را کم داره. و کسایی که در موفق است و کارآفرین های موفق، کسایی که کتاب های زیاد چاپ کرده و ویدیو های زیادی به نشر رسانده، بیشتر از این کسا در این عقیده است که مثلا مکتب نرویم، اگر ما میخوایم کار خود شروع کنیم شروع کنیم، نیاز به مکتب نیست، مکتب ما را خیلی چیزها را نمی آموزنه یا پانتون ما را خیلی چیزها را نمی آموزنه، ما ناقل وقت خود سپری میکنیم. اما ما میگم که در نظرم ای ایده یا ای مفکوره جالبی نیسته. چرا؟ به این خاطر که وقتی ما با پانتون یا با مکتب میریم، درسته یک کسی که مثلا ما خیلی از دوستایم یا خیلی کسایی که میشناختم از پانتون فارغ شده، بیکار مانده، کار نداشته. درسته اون نفر بیکار مانده، کار نداشته، ولی اون نفر اگر برم از سطح توانایی های خودشی سعی کنیم از اول، اگر مثلا پانتون نمیرفت چی میشود و حالی که رفته چی شده که هنوزم بیکاره، ولی باورهای از که سعی کنیم همه چیز شخصیت از تغییر سعی کنیم، خیلی چیزها در او تغییر کرده و او ای را یاد گرفته که چطور با مردم رابطه برقرار کنه، چطور بتونه یک چند نفر مثلا اداره کنه، چطور بتونه با چند تا نفر جدید یا کسای جدید که میبینه با اونا چطور رابطه برقرار کنه، چطور با دوستای جدید پیدا کنه، چطور در موقعیت های اجتماعی یعنی فعال باشه، چطور از خود چیزی نشان بده. بنابراین ما میگم که مکتب یا پوهنتون خیلی یک چیزی مهمیه. اگر تو کسی هستی درس میخونی و ایده کار خودم داری و ایده یزیرم داری کار رو اندازی کنی، اگر تو موفق هستی خود چلنج بدی، بگو اگر ما موفق هستم، اگر ما کسی هستم که میخوایم یک کار آفرین شیم، بنابراین هم میتونم درسی خود بخونم، هم در پالوش یک کار رو شروع کنم، هم در پالوش میتونم یک کار آفرین کنم، کار آفرینی کنم، هم یک کار رو شروع کنم که یک راهی میشه. یعنی وقتی که ما در مکتب میریم یک راهی مطمئن تر تا اینه که شما مکتب هم اله کنیم برون پشت یک کاربار که در کاربار هم در جایی نرستی، از مکتب هم جایی نرستی، از این مانده، از اون مانده، از اردویش مانده، آخرم به جایی نرستی، که خیلی جالب نمیشه. اگر همیشه دانشمندان میگه که اگر یک چیزی هست یا یک
مثلا یک نتیجه یا یک تحقیق است، اگر برای همگی کار نمیده او را ساینس یعنی تایید نمیکنه. بنابراین ما همیشه از راههایی بریم که آسادان و ساده و آسان و راحت تر باشه، چون راههای سخت را انتخاب کنیم. پس ماضی این نتیجه را میگیریم. اگر ما موفق هستیم، اگر ما کسی هستیم با نظم هستیم، با ترتیب هستیم، هم میتونیم درس خود بخونیم، هم اگر ما کار تمام وقت داریم هم میتونیم کار خود کنیم، هم در پالویشی میتونیم کارآفرینی کنیم که یک انسان موفق شویم از نگاه کاری، از نگاه پیشرفت، از نگاه بیزینس. موفق باشین دوستان که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. و این بود نظر ما در این مورد، تحقیقاتی که ما کردیم و مطالعاتی که در این باره هم داشتیم. و سپاسگزاری میکنیم که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. اگر سوال چیزی دارین میتونید به کامنت بگذارین، کوشش میکنیم که جواب بدیم در سوالات در کامنت های شما. موفق باشین تا ویدیوهای بعدی. خدایارتان.